اگه دلت شکسته، غمگینی یا که خسته، چارشتیه یه لبخند. اگه تنها نشستی، حوصله ات سر رفته، چارشتیه یه لبخند. اخباتو تو هم کردی، گره تو ابرو کردی، چارشتیه یه لبخند. قوری گل قرمزی، با توپ زدی شکستی، چارشتیه یه لبخند. مشقاتو تو نوشتی، کار نداری نشستی، چارشتیه یه لبخند. پرستو پندار کجا؟ جمعه ساعت 4 میاد، تو خونه تنها هستی، منتظرش نشستی، چارشتیه یه لبخند. تو برنامه یه لبخند، فقط و فقط یه لبخند. یه لبخند دوباره اومده با یک اشاره، بخندید و شاد باشید مثل گل بهاره. خدا ما رو دوست داره، شادی رو اون میاره، عشق و امید و دوستی تو دل هامون میذاره. یه لبخند دوباره اومده با یک اشاره، بخندید و شاد باشید مثل گل بهاره. سلام، یه سلام گرم و خوب به همه شما کوچولای عزیزی که الان نشستید پیش خانواده هاتون تو این روز جمعه و دارید برنامه لبخند رو نگاه میکنید. منم سلام به همه شما بچه های گل دوست داشتنی تو خونه. خیلی خوش اومدید به این قسمت برنامه و یه سلام ویژه هم میخوام بگم به پدر مادرای عزیزتون. بله. سلام به شما و عصر روز جمعتون بخیر. مرسی که به بچه ها کمک میکنید، شماره تلفن ما رو میگیرید، با ما صحبت میکنن یا تو پیامک فرستادن و ایمیل زدن بهشون کمک میکنید. خیلی ممنون. بله، امیدواریم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. گفتی پیامک و ایمیل. بله. یادم باشه همین اول برنامه بهتون بگم که راههای تماس رو که چطور میتونید با برنامه ما یعنی لبخند تماس بگیرید. خیلی از دوستان به ما میگن که ما چطور میتونیم با برنامه شما تماس بگیریم. راههای تماس برنامه ما همین پایین میبینید. شما میتونید از راه شماره تلفن ما فقط میتونید با ما تماس بگیرید. بله، فقط میتونید با ما زنگ بزنید، با ما صحبت کنید. با شماره پیامک ما فقط میتونید پیامک برای ما بفرستید که ما تو برنامه میخونیم، و یا این که میتونید نقاشی ها ویدیوهاتون رو برای ما ایمیل کنید به برنامه لبخند @7pars.com. اینجاست که پدر مادرها خیلی کمک اساسی مهمی میکنن واقعا. و اما امروز یه روز خیلی خاصیه. چه روزیه؟ امروز روز جهانی زبان مادری. امروز 21 فوریه یا همون دوم اسفند. بله. روزیه که سازمان ملل اومده این روز انتخاب کرده به عنوان روزی که گرامی داشته به زبان مادری، که همه مردم دنیا حق دارن به زبان مادریشون صحبت کنن و به زبان مادریشون درس بخونن. خیلی هم جالب. به خاطر همین ما برنامه امروزمون رو اختصاص دادیم به این روز ویژه. اما من یه سوالی میخوام بپرسم، اول از پندار بعد از شما کوچولای خوبتونه. ببرس خیلی وقت سوال نمیپرسی. چی شده؟ ندارم پرسم. میگم تو اینترنت پرسرت گرفتی. نه، یه کتاب جدید گرفتی. ای بابا، با یه دوست جدید پیدا کردی، خیلی چیز بلده. هر دفعه همینو میگی. میخواستم بپرسم که چرا به نظر
نظر تو این روز رو به این اسم نامگذاری کردن؟ آها، چرا به این روز اسم گذاشتن؟ خب برای اینکه اهمیتش رو هم بدونن، بدونن که وقتی که آدم به زبون مادریش، به زبون اصلیش که به اصطلاح تو خانواده یاد گرفته باش صحبت میکنه چقدر مهمه، برای اینکه آدم فرهنگ خودش رو بشناسه، برای اینکه بدونه پیشینش چیه، بدونه که از کجا اومده، چه فرهنگی داره، گذشته هاش چجوری بودن، آداب و رسومی که در گذشته بوده با اون زبون، اونا رو بهتر یاد میگیره. خیلی هم خوب. پس امروز ما میخوایم در برنامه‌مون درباره این صحبت کنیم که اصلا چرا ما باید به زبان مادریمون صحبت کنیم و اصلا اونو بلد باشیم و یاد بگیریم. بله. خیلی هم خوبه. خیلی هم خوبه. آره. تا شما یه چیزی بگی، من یه پیامک گرفتم امروز. من یه چیزی بگم، بچه‌ها چیزی بگن. آره دیگه، شما یه چیزی بگی، بچه‌ها که الان میتونن زنگ بزنن. شروع کنن به ما زنگ بزنن، با ما صحبت کنن. اما من یه پیامک گرفتم امروز نمیشه که یه دوست عزیز نوشته سلام، خسته نباشید، من خیلی شما رو دوست دارم، ما هم تو رو دوست داریم و به همین خاطر دوست دارم هر جمعه به شما پیامک بفرستم و شما اگه من رو دوست دارید لطفاً دست تکون بدید. اسمش هم هست آیلین بهزاد، 8 ساله، از شهرستان پارس‌آباد. دست تکون میدیم، هم دیگه ماش بزرگ برد میفرستیم. مرسی که به ما پیامک دادی آیلین بهزاد. بله، مرسی عزیزم که ببین هفته به ما پیامک میدی. و اما درباره زبان مادری بچهای عزیز شما زنگ بزنید و درباره امروز با ما صحبت کنید. اصلا میتونن به ما زنگ بزنن. نه اصلا میتونن به ما زنگ بزنن. و خب نه، تا این قسمتش با هم اوکی، مثلا یه چیز بود، بعد از اون بعد دیگه شاخه ها جدا میشه، بحث و اساسی جدا میشه. اصلا میتونن زنگ بزنن به ما بگن که چرا مهمه آدم زبون مادریش بلد باشه. و یه کار دیگه میتونن بکنن، میتونن زنگ بزنن به ما به زبون مادری، مثلا به زبون محلی که صحبت میکنن، به ما یه پیغام بدن، یه پیغام مثلا بدن. بگن به همه مردمی که تو کشورهای فارسی زبان زندگی میکنن و دوست دارن به زبون محلیشون راجع به امروز حرف بزنن، ما خیلی خوشحال میشیم. مثلا اگه در آذربایجان هستن به زبون آذری، اگه در کردستان هستن به کردی، شمالی، جنوبی، بختیاری، لوری، شمال، جنوب، شرق، غرب، تاجیکستان، افغانستان، کشورهای دیگه، همه جای که دارن فارسی زبان، به همه لهجه‌ها، به همه صحبت‌ها، به همه گویش‌ها، همه بله پندرج شما یه نفس بکش. اتفاقا من میخواستم بگم تو آره، ایران قوم های خیلی زیادی تلفن داری. سلام. سلام محدثه جان، 9 ساله از تاکستان. خوبی هم حالت خوبه محدثه؟ با تلفن صحبت میکنی؟ خوبه هستی دختر گل؟ حالت خوبه؟ صدای ما رو میشنوی؟ الو. الو. میشنویم. سلام. الو. میشه از تلفن با ما صحبت کنی؟ صدای تلویزیونتو کم کنی. چه یه تأخیری وجود داره که صدای ما رو دیر میشنویم محدثه جون؟ آره، اگه با تلفن صحبت کنیم مستقیم با ما حرف میزنی. بله. خیلی ممنون. صدای تلویزیونشو من دارم میشنوم. منم دارم میشنوم. الو. الو محدثه جون. سلام. سلام، خوبی دختر گل؟ بله. خب بگو ببینم، شما تو از اونجایی که زنگ میزنی زبون محلی تاکستان چیه؟ میتونی به بچه های تو خونه و ما بگی زبون تاکستان چجوریه؟ با چه زبونی صحبت میکنن؟ با چه گویشی در واقع؟ فرق میکنه؟ مثلا میخوای به ما به زبون محلی بگی بچه ها دوستتون دارم؟ بگو. یا هرچی دوست داری؟ بگو محدثه. دوست داری ما رو؟ فکرم صدا رو نمیشه محدثه. صدا بگو، دوست داری؟ متاسفانه بچه های عزیز، حتما سعی کنید وقتی میخواید به ما تلفن بزنید یه تلفن دیگه، یه تلفن دیگه. الان این که داره پشت خطه حتما با تلفن صحبت کن، با تلویزیون. سلام. سلام، خوبی؟ محمد 4 ساله از قشت. سلام محمد جان، خوبی؟ حالت خوبه؟ محمد 4 ساله سه خواه کچولوه دیگه. صداشو که من نشیدم هنوز. آمه دیگه 4 ساله دیگه صداش معمولا کچولوه دیگه. چی میگی پیم؟ خوبی؟ آقا محمد. محمد حالت خوبه؟ خوبه. صدا رو میشنوی؟ سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟ میخوای با زبون محلیت با ما صحبت کنی؟ بله بله، بفرما گوش میکنی.
بگو من لمون پندار رو خیلی دوست دارم. نه خیلی، بگو من پرستو رو دوست دارم. چی بگو یه بار؟ بگو. مامانش داره کمکش میکنه. آره. بله. خب دیگه حالا دیگه باید کمک کنیم. مام بسه همین میگیم مام پدر مادر تشکر. بفرما بگو 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 بگو. 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 من یاد میده. بگو. بگو. بگو 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 من خراب نکن بگو 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 مامانش هم داره کمک میکنه. یعنی تمام خانوادگی دست به دست هم دادن این متن رو بخون. خیلی چی؟ اون پندارم تو رو خیلی دوست داره عزیز دلم. محمد گل خوشگل کوچولو مرسی که زنگ زدی. منو چی؟ آره پرستورم بگو دوست داری دیگه گیریه میکنه بعدا. میخواستم اینو بگم تو ایران هم قومای زیادی وجود دارن که به آره. زبانها گویش و لهجه‌های خوب زیادی صحبت میکنن آره دیگه درسته؟ البته اینم بگم بعضی از مثلا شهرهایی که تو ایران هست مثلا ما میدونیم فارسی صحبت میکنن دقیقا. ولی با یه لهجه با یه آوای خاصی مثلا مثلا یه مثال بزنم مثلا تو اصفهان مثلا میخوام بگن اومده میگن اومده است. برای همینه آره. وقتی که صحبت میکنن میتونیم بفهمیم که آره. مثلا مال چه استانی هم آره. مال چه شهری هم ولی میدونید ولی همه به یه زبونی صحبت میکنن که خب تو ایران ما به چه زبونی صحبت میکنن به زبون فارسی صحبت میکنن همه با این زبون صحبت میکنن چرا حتی با اینکه خب زبان مادری های زبان محلی ها لهجه های خیلی زیادی هست ولی همه به یه زبون صحبت میکنن که فارسی به خاطر اینکه بهتر بتونیم با هم دیگه آره. ارتباط برقرار کنیم بتونیم همدیگر رو بفهمیم با هم صحبت کنیم درسته بله میگم حالا اینکه آواها یکم فرق میکنه تلفن دارید بعدا حتما باهاش صحبت میکنیم ببینیم کی جواب زنگ زد آره همین جوری داره اینجوری تکون میخوره سلام خوبی اسم چی بود؟ مونا 5 ساله از شیراز. شیراز به به چه شهر خوب و قشنگی سلام. سلام احوال شما مونا از این خوبی؟ مونا آره بذار کمک کن بگو ببینم برنامه مونی دیدی تو فکر میکنی همه باید زبون مادرشون بلد باشن زبون البته شیراز هم از اون جاهایی که خیلی فارسی صحبت میکنن فقط یه خورده آواش فرق میکنه با یه گویش خاصی بله شما بلند آفرین مرسی از شما که زنگ زدی میتونی به ما بگی که چی بگی به ما باید بگه که چرا باید همه مردم زبون مادرشون رو بلد باشن مامان ما وای داره دوست داری چه قدم میخنده میگه وای داره دوست داری آفری که همیشه خوشحال شده خندونی مثل برنامه ما که لبخنده این شیرازی میگه ما هم تو رو دوستت میداریم اینطوری باید بگیم این شیرازی الان دوستت میداریم بگو یه بار دیگه نمیگه نه بگو منم میخوام بگم با هم بگی از مونا بپرس چرا از من میپرسی او از شیراز زنگ زده بهتر ولا بگی جون بگو پندار درست گفت چی گفتی نمیگه بگو خب متوجه شی مونا بگو نمیگم گفتش چجوری میگم به شیرازی که من تو رو خیلی دوست دارم بچه اینقدر بچه رو اذیت میکنی نه مثلا میپرسیدم داشتم اینو میگفتم فارسی بعضی وقتا مثلا با آواهای مختلفی صحبت میشه مثلا وقتی میخوام بگیم تو کیشی مثلا این منظوری نیست که تو الان مثلا تو جزیره کیشی یعنی که تو چه نسبتی باش داری درست. یا مثلا میگیم تو کیش میشی نه اینکه تو کیش میشی باخت نو خود چی کیش میشی یعنی بازم همون یعنی که تو چه نسبتی با اون داره تو کیش میشی تو کیش میشی تو کیش میشی من که متوجه نشدم ولی خب یه تلفن داریم سلام شروین و شهرزاد از قزوین سلام به خواهر برادر عزیز خوبین؟ شروین و شهرزاد سلام حال شما چطوره؟ خوبین؟ خب به ما بگو آیا تو قزوین فارسی صحبت میکنن لهجه خاصی صحبت میکنن گویش خاصی دارن زبونی که توی چیز هست قزوین استفاده میشه چیه به ما بگو اگه دوست داری یه چیزی هم به زبان قزوینی به ما بگو الو چی آهنگ میزنه آهنگ داره میزنه تمسیم قد شد آره زبان موسیقی هم اتفاقا یه زبانیه که همه جا استفاده میشه چه آره خب بذار من پیامک بخونم یه دوست عزیز گفته خاله موضوع امروز رو دوباره بگید عزیز من موضوع امروز برمیگرده به زبان
روز زبان مادری، روز جهانی زبان مادری که اینم ما نذاشتیم، این روز سازمان ملل انتخاب کرده. امروز انتخاب کرده، برای همین ما برنامه امروزمون رو اختصاص داریم به این روز و شما خواستیم به ما زنگ بزنید با زبان محلیتون به ما برای ما صحبت کنید یا این روز رو به بچه‌های دیگه تبریک بگید. بازم پیامک داریم، میخوام بخونم. افسانه جان 9 ساله از پارساباد گفته از اینجا همتون رو میبوسم. ما هم تو رو میبوسیم. مرسی. دوست عزیزمون گفته من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، امیدوارم که خداوند عیسی مسیح شما رو حفظ کنه. داریوش هستم از تهران. مرسی از شما. بله تلفن داریم. محدثه دوباره زنگ زد. محدثه 9 ساله تاکستان. خب داشتیم با هم صحبت میکرد محدثه. بله. میخواستی به ما بگی با زبون محلی تاکستان یه چیزی به ما بگی. این روز مثلا بگی که تبریک بگی به بچه ها یا به بچه های دیگه بگی که دوستشون داری. یا اصلا به ما بگی سلام من محدثه هستم. بله اینم میشه. خیلی خوبه. الو. باز من دارم صدای خودم میشنوم. محدثه جو این ببین صدا تو داری نشون میدی الان اینجوری صدای تلویزیون کم بیار پایین قشنگ با تلفن بتونیم با ما صحبت کنی. هم ما صدا تو بشنویم هم شما با ما صحبت کنی که دیگه سلام آه. من محدثه هستم. سلام من ترسو هستم. من پندار هستم. منم پندار هستم. آره محدثه جون الان باز رفتیم تو چیز دیگه. الان من دارم خودمو میشنوم، الان خودم به خودم معرفی میکنم تو تلویزیون. محدثه الو ببخشید بچه ها، اگه شما از طریق تلویزیون با ما صحبت کنید ما نمیتونیم صدای شما رو خوب بشنویم. متاسفانه بچه های دیگه پشت خط میمونن دیگه نمیتونیم با ما حرف بزنم اونا. یه دوست عزیزی گفته سلام خسته نباشید خیلی برنامه خوبی دارید و با برنامه شما شاد هستیم. مرسی مرسی که ما تونستیم با برنامه‌مون شما رو شاد کنیم. دوست عزیزی گفته سلام من آرمین هستم از تهران. سلام خاله من ستایش هستم از بم 6 سالمه زبان مادریم هم دوست دارم. آفرین به تو ستایش جونه. گفت من مطمئنم همه بچه ها زبان مادریش از بم همه با زبان مادریشون دوست داشته باشن. البته ما باید به زبان‌های دیگه هم احترام بذاریم. دقیقاً ببین وقتی مثلا این گفتیم که یه زبونی هست الو که الو من یه صدایی میشنوم. الو خوبی؟ حالت خوبه؟ صدا چی میشنوی؟ صدا نمیاد. نمیاد؟ چرا؟ صدای فیش. الو آره سلام. یه صدای اومد. من خوب نیستم مثل اینکه. سلام خوبی فاطمه؟ فاطمه جون 11 ساله از کجا؟ سلام حال شما خوبه؟ مرسی شما چطوری فاطمه جون؟ ممنونم خوبم. مرسی که من دوستان لرستان هستم. خب چی میخوای به ما بگی؟ بخواستم بگرد نکنم به همه بچه ها بگم که خیلی بکشون دارم. بفرما بگو دیگه. ما منتظریم که بشنویم دیگه. به زبون محلی همین روزو میتونی تبریک بگی، هم میتونی به بچه‌ها بگی که دوستشون داری، به همه بچه‌های فارسی زبان که دارن برنامه ما رو میبینن. بگو عزیزم. بگو الان میگم آی لالکل دوستان دارم. مرسی که زنگ زدی. مرسی که قشنگ. من خیلی دوست دارم شیرین واقعا خوشم اومده. بچه‌ها همتون زنگ بزنید و آره. میتونید بگید اسم این گویش شما یا این زبانی که شما رو صحبت میکنید چیه؟ از زم؟ بهش چی میگیم؟ بهش چه زبانی بهش میگیم؟ این زبان لوری هست. بله زبان لوری بله. خیلی هم خوب بود. بله یه گویش خیلی قشنگ هم هست. بله. مرسی که به ما زنگ زدی خیلی دوستت داریم و بله. مرسی که به ما زنگ زدی دوستت داریم. خدافظ. خب عرض کنم که چی داشته میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که آها تفاوت زبان گویش چیه؟ تفاوت زبان گویش چیه؟ گویش این زبان نیست. زبان گویش یه ذره زبان نیست. یه ذره فرق میکنه مثلا. یه خورده. آره. نه. مثلا اشتراط قد نه دیگه. اجازه بده دیگه. خب بگو من دارم میخوام متوجه شم تو شما دیگه. نمیذاری. اصلا من نمیگم. بگو. بگم؟ بگو.
نمیذاری دیگه نمیذاره کاری نکرد همجا باکس زبان بیا. یه چیزی که اصلا کلا فرق میکنه، مثلا زبان آلمانی زبان فارسی هم زبانه خب ولی بعضی وقتا مثلا یه ذره تغییر مثلا فارسیه یه ذره تغییر کوچولو میکنه به اون میگن گویش متفاوته یا لهجه آره مثلا همون که گفتم مثلا اصفهانی فارسیه در واقع یه گویش یه ذره مختلف بله. متفاوت میشه که مثلا من شما را دوست دون میدارم یعنی همون فارسی آره. داره شروع میگه یکم آره مثلا من دوست داشتم اصفهانی بود بعد مثلا میگم مثلا لباست کو میگفت گلی دیوارس من گفتم چی گلی دیوارس فکر کنم تلفن داریم آره ما سلام یه سلام داره میگه الو الو سلام عزیزم اسمت چیه اسمت چیه هستی جون فکر کنم هستی به ما زنگ زده قبلا از بروجرد زنگ میزنه هستی جون آره قبلا با ما صحبت کردی قبلا به ما زنگ زدی سلام بله هستی جون شما اونجا تو بروجرد به زب چه گویشی صحبت میکنی؟ چه زبانی صحبت میکنی؟ چه لهجه ای؟ چه گویشی؟ آره زبانی بروجردی؟ آره خب بگو بگو یه چیزی به بروجردی صحبت کن بگو یه چیزی به ما بگو بگو پرستو رو دوست دارم بچه من خیلی دوست دارم آفرین ما هم داره دوست دارم ولی فارسی گفتی که خب من گفتم بالاخره فارسی هم همه ما فارسی هم داره نه خب میخوام به اون زبان بچه من خیلی دوست داریم داریم جمع بسیگه مرسی نه آخه این بروجردی بود الان یه فارسی بود که گفتی هستی این بروجردی نبود سلام بچه‌ها من خیلی دوست دارم مرسی الان این یه خورده فرق کرد دوست داره مثلا بله آفرین. مرسی که زنگ زدی ما هم شما رو خیلی دوست داریم مرسی از اینکه با این لهجه خوشگلت صحبت کردی زبان مادری آفرین به تو دختر خوب از پدر مادرت هم تشکر کن که به ما زنگ زدن مرسی هست مرسی آفرین هستی اردشیر جان از سرپل به ما یک پیامک فرستادن یه دوست عزیزی هم گفته که سلام خاله پرسو و عمو پندار و اینکه یه لحظه صبر کنید گفت من شما رو خیلی دوست دارم من فاطمه از اهواز هستم من زمان مادریمو خیلی دوست دارم فکر کنم تو خوزستان حتما بچه از خوزستان زنگ بزنید به زبان خوزستانی و جنوبی هم با ما حرف بزنید که اونجا فکر کنم آره گویش ها زبان های مختلفی خیلی. هم داره حتما دوست داریم بشنویم حتی یک ایده هست که اونجا زبانشون عربیه اما ما برای شما یک هدیه داریم هدیه ما اگه گفتی چیه یه میان برنامه خیلی قشنگه که اسمش هست آقا لقمانی آقا لقمانی رو از نزدیک ندیدی رو نمیشناسیدش الان بهترین فرصتیه که با همدیگه بریم آقا لقمانی رو ببینیم و ببینیم که امروز میخواد چی به ما یاد بره پس بریم و سری زود برمیگردیم عجاتون هم تکون نخورید با ما باشید زود برمیگردیم سلام بابا جان خوبی؟ حالتون خوبه؟ دماغتون جاقه؟ خوب هستی؟ خب امروز بچه ها من میخوام براتون درباره این ضربون مثل که حتما از بزرگتراتون شنیدی که میگن یک کلاغ چهل کلاغ براتون بگم عرضم بخیر بعد شما که چیستم میگفتم؟ جوجه کلاغ جوجه کلاغی بود مامانش بهش میگه بچه جان من دارم میرم دونه بیارم تو بشین تو خونه درس مشق رو بخون به چیزی هم دست نزن نری بیرون ها تو هنوز بالا پر در نیاوردی پرواز کنی جوجه کلاغ چیزش هم میگفته جوجه کلاغ او باشه نمیرن مامانش که رفت این هم حرفشو گوش نکرد اومد دم لونه که پرواز کنه از اون بالا بوت افتاد رو بوته ها یه کلاغ بهش اونجا پرواز میگرد میرفت دیده یه جوجه کلاغ افتاده به زمین میره بذار من کمکش کنم ولی من که نمیدونم تنهایی بذار برم از بقیه کلاغو کمک بگیرم بس چیکار کرد؟ بال زد که بره از بقیه کلاغو کمک بگیره بیام به جوجه کلاغ کمک کنم رفتید پنج تا کلاغ نشستن روی شاخه بهشون گفت بابا جان کجایید که بیاد ببین جوجه کلاغو از نونش افتاده پایین بالش هم شکسته این بقیه کلاغو میگن ای بابا پرواز میکنن میرن میبینن ده تا کلاغ روی شاخه نشستن میگه کجایی که بابا جان جوجه ننه کلاغه از اون بالا لونه شون افتاده بالشو پاش شکسته
بعد اینا بال میزنن میرن میبینن که 20 تا کلاغ روی شاخه نشستن. میگم بابا جان کجایی که بیا بریم کمک کنیم یه جوجه کلاغه. چی داشتن میگفتن؟ آها جوجه کلاغه. بیا بریم کمک کنیم از اون بالا افتاده. بالشو، پاشو، نوک شکسته. چی داشتن میگفتن؟ آها آره اینا همگی با هم میرن ببینن و بریم کمک کنیم. میگم نمیشه که خیلی دیگه حالش بده. میرن میبینن 40 تا کلاغ روی شاخه نشسته ردیف. بهشون میگن که بیا بریم که جوجه کلاغه از اون بالا افتاده، پاشو، نوکشو، دماغشو، گوششو، همه جا شکسته. بیا بریم به مامانش دلداری بدیم. از این دیدی چی شد؟ هیچ چیز نشده بودا. ولی این خبر از یک کلاغ تا 40 کلاغ رسید، اینقدر عوض شد. واسه همینه که میگن وقتی یه خبری از چند تا آدم مختلف این میگه اون میگه اون به این میگه این به اون میگه به آدم میرسه قابل اعتماد نیست. واسه همین میگن یک کلاغ 40 کلاغ شد. چیش هم میگفتم؟ آه میخواستم بگم خداحافظ. خداحافظ. به به اینم خب، از آقا لقمانی. خب ما برگشتیم، امیدوارم که لذت برده باشید از دیدن این میان برنامه قشنگ آقا لقمانی. بله ببین واقعا پشت این ضرب المثل و شعرا اصلا خیلی چیزا نهفته است. اگه گفتی چی مثلا؟ نه چی نهفته است؟ ای بابا خب من کلی به این قشنگی گفتم. خب ادامه شو برو دیگه. خب یه چیزی نهفته است، من که اون پشت ندیدم چی نهفته است. از دست تو پندار کلی فرهنگ. بله آفرین کلی فرهنگ. پیچینه تاریخی. بله تمام آداب و رسوم گذشتگان. کلی داستان هست مثلا اگه دیده باشید هر کلی میشه یه داستانی دارن یه قصه دارن از یه جای میان و تا خوبه که ما اینا رو یاد بگیریم. اما یه زبانی هست به نام زبان بین الملل که به عنوان زبان بین الملل شناخته شده و اگه ما این زبان رو بدونیم خب خیلی خوبه. یه زبان بین المللیه و اما این زبان چه زبانیه؟ زبان اشاره. مثلا چرا اونجوری نگاه میکنید؟ مثلا وقتی که به یکی میخوام بگیم که مثلا این مثلا من به هر اونو اینطوری کنم یعنی چی؟ این یعنی بفرما بیا غذا بخور. البته یه اختلاف های کوچیک هم داره. چه اختلافات؟ آها مثلا اگه به یه ایرانی بگیم این یعنی که بیا کباب و کله پاچه بخور. به ایتالیایی بگیم یعنی مثلا بیا پیتزا بخور و ماکارونی پاستا. به هندیه بگی یعنی بفرما کاری فلفل قرمز. به ژاپنیه بگی بیا مثلا سوشی بخور برنج تروبچه. برنج تروبچه غذاست ها؟ این سوباسا و سارا اینا میخوردن فوتا. همون واسه همه بود. نون نمیخورن که، این چیزا میخورن. یه هفته طول میکشه تو بهشون برسه به دروازه. غذا بخورید جون بگیرید. آب گوشت، پیاز، پلوغ. پندار بله. من دارم در مورد زبان صحبت میکنم، این شما دارید در مورد غذا صحبت میکنید. اولا که باید بگم خب هر کشور غذاهای محلی غذاهای مختلفی داره که واسه اونا خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشمزه است. مثل غذاهایی که ما داریم ما خیلی هم دوست داریم. اما من دارم زبانی که باش حرف میزنیم با صحبت میکنم. اون چه زبانیه؟ زبون گینپسا انگلیسی. بله ما در دنیا چند زبانی داریم که اونا زبانایی هستن که خیلی کارایی دارن، مثل انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی که اگه ما اونا رو بلد باشیم و مثلا مسافرت بریم یا به جاهای دیگه بریم خیلی راحت میتونیم با اون آدما ارتباط برقرار کنیم. که البته زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبانهای بین‌المللی مسافرت میریم میگیم شناخته شده. This is a window. This is a blackboard. چون مسافرت میبینی اینجوری نشون میدی هرچیو میگی اسمشو. اما ما امروز برای شما یه مسابقه خیلی قشنگی رو در نظر گرفتیم که قبل اینکه ما بریم تو مسابقه یا شما مسابقه رو شما بخواید ببینید من چند تا پیامکم در حینی که شما مسابقه رو میبینید میخونم. تلفن داریم که تلفن داریم. بله سلام. به به هویا جان 8 ساله است. شاهین شهر. اینم استان اصفهان ها. بله میدونم. بله هویا. سلام هوریا، حالت خوبه؟ هوریا جون سلام. سلام خوبی عزیزم؟ خوبی همو؟ خوبم مرسی. مرسی از شما. شما میتونید به زبان یا گویش محلی خیلی شیرین اصفهانی به ما بگی که مثلا یا به بچه های دیگه بگی که خیلی دوستشون داری بچه ها رو. به ما نگو، به ما نگو، به بچه ها بگو. ما ایشان رو
آها یه بار دیگه بگو یواش. یه بار دیگه بگو یواش‌تر. ما عیسی را دوست دارم. یعنی عیسی مسیح رو دوست داری؟ به به آفرین. بسید دست براش بزنی. آفرین به تو. آره حتی خیلی هم شبیه بود به گویش بختیاری. بختیاری هستی هوریا جان؟ آره اتفاقا خیلی از بختیاری هم توی اون قسمت زندگی میکنن. آره من حواسم نبود فکر کردم خود چون از شاهین شهر زنگ میزنه شاید اسمانی برده. خب تو ببین الان چند ساله تو گفتی؟ 8 سال. 8 سالته. با اینکه 8 سالته حتما مدرسه فارسی صحبت میکنین و بلدی، زبون مادریت هم خوب بلدی. بله. به نظر تو چرا باید بچه ها یاد بگیرن که زبون مادریشون تسلط داشته باشن و بتونن باهاش حرف بزنن و بتونن اونو متوجه بشن وقتی پدر مادر یا پدر مادر بزرگشون صحبت میکنن؟ بله. چرا باید بلد باشن به نظر تو؟ دلیلش چیه؟ شما با چه گویشی صحبت میکنید؟ نگفت دیگه. نگفتش که به من صحبت کن. فقط ها فقط خودش اینطوری گفت. ها بگو. هوریا جان؟ بله. شما با چه گویشی صحبت میکنید؟ چه با چه لهجه ای؟ با زبان لوری. به به آره خیلی هم قشنگه. خیلی هم خوب بود. من میگم من اشتباه کردم فکر کنم چون از شاهین شهر زنگ میزنه اسمانی حتما صحبت کنه. مرسی هوریا جون. مرسی که زنگ زدی. خیلی دوست داری. دوست داری تو مسابقه هم شرکت کنی راستی؟ آره خیلی خوب ولی مسابقه داری. آره؟ میخوای تو مسابقه هم شرکت کنی هوریا؟ مسابقه قشنگه ها. اگه نه که دیگه خداحافظ. قد کردی؟ حالا من چیز گفتم. آقا یه تلفن دیگه. سلام. الو. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ اسمت چیه؟ ما مسابقه زیاد داریم امروز. آره. برسیم که این مسابقه آره تمومش کنیم. برای بچه ها داشته باشیم. الو. صدامو نمیشنوی؟ عمو جون سلام. اسمت چیه؟ سلام عزیزم. اسمت چیه دوست عزیزم؟ دومه. مهندس 10 ساله از تاکستان میخواد از تلفن صحبت کنه. خوشم میاد از این پشت کار. بله آفرین. هر چقدر که تلفنش قطع بشه باز دوباره زنگ میزنه. آفرین. حتما اصلا راه نداره. باید بری تو مسابقه هم شرکت کنی. این 3 بار شما زنگ زدی. مهندس جون. بذار من امتحان کنم صدای ما رو خوب میزنه. به الان صدامو میشنوی؟ از طریق تلفن داری با ما صحبت. به به آفرین. تلفن داره صحبت میکنه. دست بزن. تشویق کن. ببین چه خوبه با تلفن حرف میزنی با تلویزیون گوش نمیدی. میخوای بریم مسابقه با مهندس جون؟ نه نمیخوام. پس میخواستم ببینم که یعنی آماده هستیم میتونیم بریم مسابقه. آماده هست. 3 بار زنگ زده. مگه میشه آماده نباشه؟ بریم تو مسابقه ما شرکت کنیم. همینجور که شما تو مسابقه شرکت میکنیم ما باید برای بچه های دیگه هم توضیح بدیم. اما نه مثل اینکه ما یه سوالی داریم و 4 تا گزینه. سوال مسابقه اینه کشورهای فارسی زبان کدامند و 4 تا گزینه داریم. بگو گزینه 1 ایران، عراق، ترکیه. گزینه 2 ایران، افغانستان، ایران، پاکستان. افغانستان، پاکستان، ببخشید. خواهش میکنم. گزینه 3؟ نه دیگه شما بگو. گزینه 4 رو من بگو. پاکستان، ایران، افغانستان، پاکستان. نه گو. مطمئنی؟ بذار خب. 4 تا گزینه است. بذار همه رو بگیم بعد بگو. گزینه 4 هم برات بخونم. ایران، افغانستان، تاجیکستان. گزینه 2. این همه ما اول برنامه میدونیم. گزینه چند رو باید بگی؟ گزینه 2. این زبدر اومد این بسید. نه دیگه نه یعنی دیگه. نه عزیزم گزینه 2 نیست یعنی. چه اینجوری میکنه؟ خب تو بالای سر من میره. خب گزینه 2 رو بریم. چهار عزیزم 2 یا 4. آها 2 بار گفت 2 یعنی 4 دیگه. 2 تا 4 انتخاب کرد. بریم 4. دو تا. 4 تا. اول به من بگو 2 تا چند تا میشه؟ نه. 2 تا. اون که 2 به اضافه 2ه. بابا 4 میخوای انتخاب کنی الان؟ آره 4 انتخاب کن. شماره 4 رو ببینید. اصلا 44 انتخاب کن. صاحب ببینید. ببین کامپیوتر چی میگه. عزیزم. من میخوام چهار. باشه. باز آبی هم ببینید. ببینید چی میشه. ببینید. 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 داره. درسته الان درسته یعنی درست گفتی مهندس جون. مرسی به شما. آفرین. مرسی به شما. مرسی. ایران و افغانستان و تاجیکستان فارسی صحبت کنن. دقیقاً. بله ما هم ایرانی ها و افغانی ها رو خیلی دوست داریم. اگه شما کوچولای عزیزم هستید تاجیکا هم دوست داریم در افغانستان یا در تاجیک ها و
افغان ها رو دوست داریم. بله. ما خودمون ایرانی هستیم، ایرانی ها رو دوست داریم، تاجیک ها افغان ها رو دوست داریم. خودتون رو هول میکنید. اگه از اون هستید حتما به ما زنگ بزنید و و با ما به زبانای گویشای اونجا با ما صحبت کنید. خیلی دوست داریم که از شما هم از افغانستان تاجیکستان منظورته؟ بله. آره خیلی خوشحال میشیم صدا شما رو بشنویم. مرسی از مهندسه و مادر عزیزش که به ما کمک کردن تا ما این سوالو جواب بدیم. بله، یه تلفن دیگه داریم. الو. سلام. سلام. آذینجان 9 ساله از بروجرد. سلام آذین خانم از بروجرد. حالت خوبه؟ ما خیلی دوستت داریم آذین. آره خوبم، ممنونم. دوست داری تو مسابقه؟ نه اول به من بگو به زبون اون بروجردی که اونجا شما زبون مادریت هست و اونجا متولد شدی، به همه بچه هایی که دارن برنامه ما رو میبینن هر جایی که هستن بهشون بگو خیلی دوستتون دارم. من معمولا تو بروجرد فارسی حرف میزنم. آره فارسی میدونم، زبون اصلی ما فارسی. فارسی آره، ولی یه گویشی داره که یه خورده مثلا مثل همون که گفتم قبلا، مثلا این کیشه کیش میشه اینا همهشون گویش، مثلا یه خورده ممکنه فرق کنه. آره آره تو بروجرد یه خورده گویشش فرق میکنه. اگه مثلا بلد نیستی چیکار نداره؟ نه بلد نیستم. اشکالی نداره، اشکال نداره. خب ما میریم توی مسابقه، ما شرکت کنیم. بریم تو مسابقه شرکت کنیم. خوبه؟ باشه باشه، بریم مسابقه. خب بریم مسابقه، بریم به مسابقه شرکت کنیم. مسابقه اما بریم ببینیم که چه مسابقه ای رو برای شما کوچولای عزیز در نظر گرفتن. مسابقه دیگه داریم. این مسابقه دیگه ما هم تو رو خیلی دوست داریم. ما شما رو دوست داریم. خب این مسابقه رو مسابقه آره آره اون کشورایی که می‌بینین اون پشت زرد نقشه سه تا کشوره، یعنی کجاست؟ ایران، افغانستان، تاجیکستان. الان اینها این سه تا کشوره که به هم چسبیدن. خب حالا می‌خوایم سوال ما اینه، شما به ما بگین تو این سه تا کشور چه زبان‌ها و چه گویش‌هایی صحبت میشه؟ الان شما یکی از اونا رو میتونی بگی. حالا اون گویش‌هایی که تو ایران هم هست، اگه افغانستان و تاجیکستان رو بلد نیستی اشکال نداره، اونا که تو ایران هست رو بگو. آره عزیزم. البته خیلی زیاده، فقط ما جای 8 تا داریم. آره. اون 8 نفر اولی که زنگ بزنن ما اون گویش رو مینویسیم تو اون کتابچه. تازه ما خیلی بهت کمک هم کردیم، بهت گفتیم که درسته ما بهش کمک کردیم دیگه. به این دوست عزیزی اسم یه گویش جونم عزیزم اسم بگو. از من شما رو خیلی دوست دارم. نمیخوای تو مسابقه شرکت کنی؟ خیلی راحت ها. اسم یه لهجه‌ای که تو ایران هست یا یه زبان یه لهجه‌ای که تو ایران هست تو به ما بگو. خیلی راحته. تا حالا با چه لهجه‌ای براتون میگم؟ نه خودت به فارسی بگو، اسمشو بگو. مثلا اسم یه لهجه‌ای که تو ایران هست. بگو. من اسمم آیمینه. نه یکی از لهجه هایی که تو ایران وجود داره یا یکی از گویش هایی که تو ایران آره، وجود داره اسمشو به ما بگو. تو یکی از استان هایی که تو ایران هست، استان های مختلفی هست، قوم های مختلفی آره، هست. مثلا استان خودتون، تو استان خودتون به چه گویش یا لهجه ای صحبت میکنه؟ ما معمولا بعضی اوقات لوری. آفرین. خب این خودش گویش دیگه. این خودش یکی از گویش هایی که آره گویش هایی که توی ایران استفاده میکنن و مردم لرستان باهاش صحبت میکنن. خب الان این خودش یکی از اوناست. بریم ببینیم دفترچه که باز میشه. آره باید منتظر چیم ببینیم این دفترچه الان باز بشه. بله لوری هم اونجا نوشته شد. آفرین بهت. دیدی چقدر راحت بود؟ خدافظ. دوست داری؟ دوست. مرسی که زنگ زدی. آفرین. پندار من یه پیامک خیلی جالب گرفتم، یعنی نمیتونم اگه نخونم با حد نبخونم. دوست عزیزی گفته سلام خاله جان، گلی هستم از اهواز. اینو اینجوری بگی نه بابا بخون دیگه. از اهواز سلام خاله جان. خب خاله کار داره به من چرا میگونه؟ گلی هستم از اهواز. نظر من اینه که هیچ موقع نباید زبان مادریمون رو یادمون بره و یا نباید با یه زبان دیگه عوضش کنیم، باید به زبان مادریمون افتخار کنیم. آفرین به تو. دست قشنگه رو بزن. خب میدونی چیه؟ دوست عزیز گفته نگین 8 ساله هستم از ایلام. فاطمه 14 ساله هستم، شما رو خیلی دوست دارم. از زاهدان هستم و زبان مادریم هم خیلی دوست دارم. مونا 5 ساله از شیراز هم به ما پیامک داده. تلفن داریم. سلام. سلام. خوبی عزیزم؟ سلام. مهدیه 11 ساله از کردستان. عزیزم مهدیه جون اصلا مسابقه آسونه شد. آسون شد. یعنی شما در کردستان به چه لهجه یا چه گویشی صحبت میکنید؟ که یا چه زبانی؟ یکی از
کردی. کردی آفرین. یکی از همون لهجه ها و گویش ها و زبان هایی که در ایران زمین باهاش صحبت. بله زبان کردی. با تازه میدونی چی میگن زبان کردی. زبان کردی زانی؟ آفرین تو همه لهجه ها رو. زبان کردی به ما بگو که همه بچه‌ها رو دوست داری. بله میتونی با زبان کردی به ما یه چیزی بگی دوست داری. بگو. بله بگو. میتونم. بگو بگو بچهای ایران هم بگو بچهای فارسی زبانی که در ایران و افغانستان تاجیکستان هستن. بگو عزیزم. بگو. بگو. همون دلت کنم خوشه. آفرین. بزی بزی بزی. بزی. بعد شاد زی مهرفزون. آفرین به تو. آفرین بلدی یه چیزایی پیدا. بله بله کردی زانم. کردی هم میخوانم. جدی؟ بله. آفرین. مرسی به دوست عزیزی که ما زنگ داری خیلی دوستت داریم خداحافظ مرسی تماسیم دوست عزیزی گفت سلام ممنون از برنامه خوبتون من مامان فاطمه هستم دخترم پیام که دادن نشنید اگر امکان داره یه بار دیگه بخونید داره گریه میکنه آخه. فاطمه جو فاطمه جو خیلی فاطمه گریه نکن خواهش میکنم این برنامه لبخنده لبخند خوشگل بزن من ماهان هستم از قزوین شما رو خیلی دوست دارم سلام خسته نباشی خیلی دوستتون دارم بعد غزل هستم 8 ساله از لرستان خیلی شما رو دوست دارم خیلی هستو میزنم دوت کلمه حرف بزنی بله بگو تموم شد اسم اسم پیامک نه دیگه ولی خب میخوام شما بخون نه دیگه نه خب سلام عبید یا عبید از تاکستان سلام حال شما چطور خوبی؟ عویتا جان 8 ساله از تاکستان به به خوش آمدی به مسابقه ما زبان یا لهجه یا گویشی که شما در اونجا صحبت میکنید چیه؟ میشه به ما بگی؟ اشتیم خیلی مگو چی گفت؟ الان شما به چه گویشی ایشتیم خیلی مگو خب این یعنی چی فارسیش؟ ما که بلد نیستیم میتونید به ما بگی به چه یعنی گویشی من تو رو خیلی دوست دارم ما هم دوره خیلی دوست داریم میشه اسم بگی با گویشی چه گویشی گفتی؟ یعنی چی بهش میگی؟ اسمش چیه؟ چه اسم این گویش چیه؟ تاکستانیه؟ این گویشی که خب به به تاکستانی یعنی به بهش لهجه به این گویش اسم خاصی داره نه همین میگن تاکستانی تاکی به زبان تاکی به پس تاکی هم ما اضافه میکنیم به این کتاب آره دیگه یکی از گویش هامون بله آفرین مرسی که ما زنگ زدید خب کتابای ما کمتر از اون زبان و گویش های لهجه که تو ایران زمینی هر کی که زودتر زنگ بزنه میتونه اسم گویششو بنویسه یکیشو خودمون بگیم یکیشو پندار میخواد بگه گویشی که باید بله تو ایران زمین وجود داره بله گویشه که توی زمین اگه سعی کنی از اگه سعی کنی مثلا از افغانستان یا تاجیکستان بگی خیلی بهتره تو افغانستان مثلا من که گفتم الان یه دونه اب نداره من گفتم خب. تالشی ولی خب اب نداره چون تلفن کسی نزده از افغانستان از افغانستان زبان پشتو پشتو بله پشتو مال افغانستان یا یه زبان دیگه هم هست که یه گویش دیگه هم هست که تو افغانستان صحبت میکنن چیه زبان اردو دری داری. اردو پاکستانه؟ آره دری مال افغانستان دری و پشتو داری اشکال نداره بریم به کتابمون اضافه کنیم ببینیم چی میشه ملیکا جون از شیراز گفته که من به زبان مادریم افتخار میکنم خب سلام خوبی؟ سلام علی شما خوبه؟ اسم چیه؟ الو سلام چیه اینجا؟ سلام چیکار میکنی؟ سری اسم تو به ما بگو دوست عزیز که اصلا وقت نداری یعنی وقت نداری یونس 12 ساله است چابهار خب بگو ببینم یونس جون در چابهار با چه لهجه ای صحبت میکنین شما گویش خاصی هست اونجا عزیزم خوبی صدات میاد صداتو میشنوی یونس سپایی یونس جان خوبی میخوام بذات بپرسم که توی شهر شما با چه زبانی از توی یعنی چه گویش یا چه زبانی صحبت میکنی؟ اسمش چی اسم زبانتون و... یا گویشتون؟ آره و وقت چی؟ بگو یه بار دیگه بلوچی میتونید به گویش بلوچی یه چیزی به ما بگی بلوچی. که بچه های دیگه هم بشنون؟ یه صحبتی بکن با همه بچه هایی که دارن برنامه رو ما رو میبینن بگو بلوچی
آره بلوچی که اتفاقا توی کتابی که با چیزم ثبت کردیم یکی از گویش ها بود، بلوچی رو هم گفتیم. یه دونه بگو که به زبه بلوچی بگو بچه ها رو دوست دارم، همه شما رو دوست دارم. بگو اینو سری بگو بری. خاله جان دوست دارم. مرسی، ما هم تو رو خیلی دوست داریم. مرسی که زنگ زدید. محمد پارسا 3 ساله و سبا 8 ساله از نیشابور گفتن زبان مادریمون ترکیه. بله، یه دوست عزیزم گفته سلام، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، هر جمعه نگاه میکنم و همیشه موفق باشید. آتنا بیاد 10 ساله از اهواز. هنوز باش خط بودی؟ دوست عزیز هنوز تو خطه. من فکر کردم کی گفته بود زبانمون ترکیه، کسی زنگ نزده بود از ترکاها؟ دوستمون محمد پارسا و سبا یا شاسه آذربایجانی. بله. بله و محمد امین هوشمند میر حسینی هم از کرمان گفته ممنون از برنامه‌تون. البته اینم بگم بچه‌ها، وقتی که ما گفتیم که یه زبونی داریم که توی کشور صحبت می‌کنیم باهاش به عنوان زبون واحد و مشترک همه اقوام اون کشوره، خیلی خوبه برای اینکه با هم ارتباط برقرار کنن توی اون کشور، با هم اتحاد داشته باشن و خیلی این خوبه. می‌خوای یکی از این دارم حرف می‌زنم پرستو، بذار تموم کنم حداقل یه جمله رو بذار من تا ته بگم. به زبون مادری همه اینا احترام بذاری یه ذره. یعنی چقدر وقتمون گرفته شد نذاشتی بگم. من احترام این داشتم میگفتم. و وقتی هم که یه اقوام مختلف از استانها و شهرهای مختلف به اون زبون فارسی حرف میزنن، مثلا تو ایران، ممکنه که یه لهجه‌ای داشته باشن که هر کی میشنوه متوجه میشه که اینا از اونجا هستن که دارن با این زبون حرف میزنن. و این نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. هیچکی نباید از این لهجهش خجالت بکشه. چرا؟ چون کلی فرهنگ و به اصطلاح پیشینه تاریخی که مال گذشته هاشون توی اون شهر ها بوده پشت اینه. اصلا این بد نیست، اصلا هم نباید کسی رو مسخره کرد به خاطر لهجهش. اصلا نه اینکه نباید این کار انجام، خیلی کار زشتیه و باعث میشه که ما دوستانمون یا کسایی که از اون شهر اصلا ناراحت کنیم. اصلا کار خوبی نیست، خودم خوشش نمیاد. بله. خب به تلفن داریم با صحبت. سلام محمد رضا 13 ساله افواش. سلام محمد رضا جون. سری شما یکی از گویش‌های ایران اگه به ما بتونی بگی خیلی خوب. شما یه مسابقه دیگه هم داری؟ از فارس زنگ می‌زنی؟ از فارس زنگ می‌زنی. یکی از گویش‌هایی که در ایران، افغانستان، تاجیکستان استفاده میشه چیه؟ ترکی. که داریم که نگفتیم. نه هنوز نگفت. معذرت میخوام. چرا داریم؟ ترکی آذری. ترکی آذری داریم دیگه. یکی دیگه بگو. ترکی آذری قبلا گفتن. مثلا بگو تو بگو ترکی رو قبلا گفتم اهواز بشه. آره اینا که تو صفحه تلویزیون میبینی یکی غیر از اینا خیلی زیادن. عرب. عربی. بله عرب. در جنوب ایران ایرانی های عرب زبان هم داریم که به زبان عربی هم صحبت میکنن. آفرین، درست گفتی. بریم اضافه کنیم به اون کتاب، بریم اضافه میکنیم به این لیستمون. مرسی محمد رضا، مرسی از شما که تماس گرفتید. بریم خدافظ. تلفن داریم جواب بریم کتابم کامل شه دیگه. بس شد که میخوای یه خودت بگو یه دونه. من بگم؟ من بزن من بگم. تو بگو. بگو. بختیاری. بله. اگه گفتی در کجا بختیاری صحبت میکنم؟ بله مثلا دسپول بختیاری صحبت میکنم. چهارمحال بختیاری؟ خب چهارمحال بختیاری دیگه، اصفهان، خوزستان. بله بله بختیاری، تو ایل بختیاری بودن. کتاب آخر باز شو، کتاب آخر باز شو بنویس. ببین کتاب آخر باز شو بنویس. حالا علامت سواله. بله بله. خب ما یه مسابقه دیگه هم داریم، خیلی مسابقه تو من خیلی خیلی دوستش دارم. یه مسابقه دیگه آره. یه دوست عزیز گفته عمو جون با تو ها. خب به خودت بخون دیگه. من میگم عمو جون، من که عمو هستم. سلام عمو جون، فربوت هستم از مشهد. من شما رو خیلی دوست دارم، زبون مادریم هم دوست دارم. آفرین به تو. منم تو رو خیلی دوست دارم، هم به خاطر اینکه خیلی پسر خوبی هستی، هم به خاطر اینکه به زبون مادریت افتخار می‌کنی، اونو دوست داری. آفرین به تو. اینم یه بوس توپل به لپت. ناصر 9 ساله هم گفته شما رو خیلی دوست دارم. تلفن داری؟ یه مسابقه جدید هم داری؟ به به به. این مسابقه هم مسابقه بین‌المللیه، ولی خب دوستای عزیز خارجی نمیتونن زنگ بزنن. نه دیگه، ما برای ایرانی، برای فارسی زبان هست. بله. خب. سلام. سلام، خوبی؟ سلام. آره. خوبی؟ بسیارم. خیلی وقت نداریم. سال از تهران، تو از تهران اولین نفر که ما زنگ زده. آره، مبینا جون، بذار من سریع در مورد مسابقه بگم. یکی از اون آدم‌ها رو انتخاب بکنه، بعد به ما بگه که کدوم یکی اون که پرچم رو مورده. ببین سمت راست شما یه پرچم‌های مختلفی رو می‌بینید برای کشورهای مختلف و سلام به زبون اون کشورها رو اون پرچم‌ها نوشته شده. و سمت چپ هم شما چی می‌بینی؟ آدمایی رو می‌بینی که مال اون کشور هستن. قطع شد. این همه توضیح دادم، تلفن قطع شد. نه، بقیه بچه‌ها شما باید
این آدما رو انتخاب کنید، یا اول اون پرچما رو انتخاب کنید، بگید کدوم. یه تلفن دیگه داریم. یه تلفن دیگه داریم. آتنا 12 ساله است، اهواز خوبی. آها زبان لوری، این مال مسابقه قبلی بود. آفرین به تو که جواب درست دادی. آفرین، تو کتاب نوشتیم. حالا بریم توی یه دونه مسابقه جدید شرکت کنم. آتنا جون، پس این پرچما رو نگاه کن. خب ما این پرچمای مختلفی داریم که البته من نمیگم اون مال کدوم کشورایی هستن، چون بابا جزو مسابقه است. شما باید این آدمایی که این صف چپ هستن و آدما هم شماره دارن دیگه، 1 2 3 4 پنج. یکی از شماره انتخاب کن. شما یک کدوم این شماره ها رو باید به این پرچما اینجوری ارتباط کنی. حالا انتخاب کن، بگو کدوم شماره. کشورها رو من بهت بگم. معلومه دیگه، بس از آدمو بگو، نه از کی. پرچما نگو، از آدما این بگو. از آدما بگو. بس شماره یک به نظر کجاییه؟ کجاییه شماره؟ شماره 3 رو انتخاب کردی. به به، شماره 3 بگو پرچمش کدومه؟ اول تو به زبونشون بگو سلام ببینم چجوریه. شماره 3 کدومه؟ شماره 3 کدومه؟ شماره 3؟ شماره 3 دیگه اون قرمزه اون گوشه هست. آه میه شماره 3. شماره 3 گفتی چیه؟ شماره 4 رو انتخاب کردی. شماره 4 انتخاب کردی. شماره 4 که نیست دیگه. نه شماره 3 رو انتخاب کردی، اون که تو گفتی درست بود. شما صدای ما نمیاد. آخه شماره 4؟ شماره 4 نه دیگه، اون نبود. آخه ما اول باید شاید پرچما رو نشناسن. پرستو بذار ما اول بگیم همه کشورها رو، بعد اونا آدماش انتخاب کنن بهش بگن. خیلی خوب، این بالاییه بالاییه یه دونه اینطوری آبی خطای قرمز داره که زیرش هم نوشته هلو انگلستانه که هلو هلو. آره اون یکی قرمزه که ستاره زرد داره میها، اون یکی که آبی و سفید خط خط داره پرچم یونانه. چی میگه؟ یسو یعنی سلام. بله. اون یکی اولا مکزیکه. خب اون یکی بحرینه. مرحبا مرحبا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته حاضر المشاهدین الکرام. دیگه حالا وایس دیگه الان به زبونت نگو، صحبت کن. فقط می‌خوام انتخاب کنم. خب الان یکی از اون آدما رو انتخاب کن به این پرچمی که ما گفتیم بده. دیگه الان خیلی آسون شد دیگه، مل تابلو هم دیگه، یعنی میتونی قشنگ خط بزنی. تابلو نیست، پرچمه. الو سلام. یکی از شماره ها رو که آدم ها رو که لباس هاشون مخصوص همون کشور انتخاب کن دیگه. ما گفتیم ارتباط بده به اون کشور هایی که ما گفتیم دیگه، زبونشون رو گفتیم، لباسشون رو گفتیم، پرچمشون هم نشون دادیم. مونده فقط بریم یه پرس غذای اون کشورم بخوریم و برگردیم. شما با یه آقا من یکیشو خودم انتخاب میکنم. آقا تو یکیش انتخاب کن. همین نه اون خیلی آسونه، بذاریم برای بچه ها. خیلی خوب باش. خب. مثلا این آقا این وریه هستش اینجوری، اینجوری کلا همینجوری گذاشته. شما چنده این آقا که اینجوری کلا گذاشته؟ داره اینطوری بای بای میکنه؟ نه مکزیکیه. اون دو دیگه مکسیکی. شماره دو. آقای مکزیکی شماره دوه وصل میشه به آقا اینجوری من آقا. اولا. 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 بله. بریم ببینیم. بریم ببینیم. آره. آقای مکزیکی. بله درست گفتم. خب حالا نوبت من. حالا نوبت من. من یه دونه بگم دیگه. مثلا اونی که آقایی که اینطوری یه دونه پارچه داره مثلا توش نوشته کاغذ‌ها رو گرفته داره میخونه، اون یونانیه. مربوط میشه به یونان که اونجا پرچمش داده، اسمشون هم مثلا به سلام هم به اون کشور میشه یا سوتی کانده گالیس از میرا گیری از چه گیری. الان این همه سلام بود یعنی الان؟ آره دیگه. نه سلام. این همه گفت یعنی سلام؟ نه. سلام. پرسیم کردم. سلام. سلام، از کجا زنگ میزنی؟ سلام خوبی؟ سلام، اسمت چیه؟ بیتار. 9 ساله است. شیراز. به به بیتار جون، بودو وقت نداری؟ ندو بشین فقط تون بگو. آه راست میگه، تون بگو. مثلا من شماره 4 رو برای شما انتخاب میکنم. این آقای شماره 4 که رفت که الان 1 و 3 و 5 مونده. 1 و 3 و 5. شماره 3 رو انتخاب میکنیم. شماره 3 کدوم کشوره؟ سلام عزیزم. بگو سلام. سلام. به همون زبان اون کشور. میها. ای گفتی من به کدوم زبانی سلام کردم؟ قشنگ میگم. آره خیلی. ای گفتی به کدوم زبانی سلام کردم؟ بودو. این کلا هم میزنم اینجوریه. الان دیگه میها. من الان کجا شدم؟ یه آقایی هم میتونم دوست داشته باشم. من الان کدومه؟ پرچمش کدومه؟ اون پرچم شماره 3 رو باید بزنیم اون پرچم. شماره 3. پرچم چه شکلیه؟ قرمزی مقدار ستاره داره. احیانا قرمز گوشه ستاره های زرد نداره؟ اولش چین نیست؟ پایینش هم داشته نیها. اولش چینه؟
چین؟ آره. آفری. دارم میپرسم چی سوالی بود؟ بله دیگه. بله بریم ببینیم ما چی نمیدونیم. بله بعدی هم خودت بگی بس خوب کمکش کنیم بعدی هم بگیریم. اون آقایی هم که یه تلفن دیگه داریم پشت خط. بذار با تو خدافظی کنی. باش. یه تلفن دیگه هم جواب بدیم. یه تلفن دیگه هم بگیم. سلام. 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 خب دو تا دیگه دونه بیشتر نمودا. دو تا آقا مونده. بگو سری. یک و پنج کدوم کشور کدوم پرچمه؟ انگلستان و بحرین. شماره یک مرحبا. مرحبا به کجا؟ بریم ببینیم. آره دیگه درست گفتی که نوشته مرحبا دیگه. شماره یک و مرحبا. ای ببینید درسته. بوده بوده رفت سر جا. اون یکی هم بگو. اون یکی هم بگو. اون یکی هم خود بگو. یه دونه مونده اونم معلومه دیگه. اونی که من آخریش هم بگو دیگه خودت. بگو که برم اونجا دیگه بگه هلو. مرحبا. اون تموم شد. اون که بورد خوشگل من. اون درسته. خودت بگو آخریشو. آره اون آقایی که داره اینا میزنه دو فوت میزنه. مال کجا؟ انگلستانه. میره اسکاتلند در واقع ولی خب میره تو اون پس. مرسی دوست عزیز که ما زنگ زدی خیلی دوستت داریم. مرسی که تماس گرفتی. خیلی وقت نداریم. وقت دیگه نداریم باید بریم دعا کنیم. من واقعا تشکر میکنم از همه شما کوچولو عزیز که ما زنگ زدید خیلی دوستتون دارم. به خاطر این روز قشنگ خیلی چیزا در مورد امروز یاد گرفتیم در مورد گویش‌های ایران و جاهای دیگه افغانستان تاجیکستان یاد گرفتیم. بیت واقعا دعا کنیم. واقعا بله. خیلی خوبه که این مثلا ما تو ایران یا افغانستان یا تاجیکستان این همه گویش ها و لهجه ها و زبان های مختلفی با داره. همه این همه این که قوم های مختلف هستن گویش ها و زبان هاشون فرق میکنه ولی مثل برادر کنار هم اتحاد داریم و با هم زندگی میکنیم. دوست بداریم. بله. و سرزمین چیو داریم؟ نوروزستان. همه کشورهایی که نوروز جشن میگیرن. نزدیک آن نوروز بچه‌ها. خب بیا با هم دعا کنیم. بریم دعا کنیم. Don't go near. مهربان که آفریده جهان از آسمان و دریا تا خشکی و جنگل ها ما کودکان زیبا در همه جای دنیا خورشید گرم و سوزان ماه قشنگ و تابان جهانی زبان مادری رو به شما تبریک میگیم. بله. یادتون باشه که شما اگه دوستای تکرار برنامه رو ببینید صدای خودتون رو بشنوید فردا صبح ساعت 8:30 صبح یعنی شنبه ساعت 8:30 صبح یا یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران یه روز دیگه شما سه شنبه ها هم میتونید تکرار برنامه ما رو ساعت 5:30 از تماشا کنید. اینم ما اضافه کردیم چون شما خیلی دوست دارید برنامه ما رو تماشا کنید. موضوع هفته برنامه‌مون هم درباره اهمیت کار و مشاغل یعنی که همه کارو با اهمیتن و راجع به کارها و شغل‌ها صحبت. بله ما میتونیم یه موضوع انشا بهتون بدیم. آره یا نقاشی بکشید درباره‌اش که چه شغل‌هایی هست یا پدرتون چی کار است نقاشی چه بکشین که داره کار می‌کنه. تشکر می‌کنم از بچه‌ای که ما پیامک دادن و ما نتونستیم پیامک‌هاشون رو بخونیم. واقعا معذرت می‌خوایم ولی همه شما رو دوست داریم و پیامک‌های شما رو دریافت کردیم. به وبسایت ما هم سر بزنید، به فیسبوک ما هم سر بزنید. تا جمعه دیگه و یه لبخند دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان خدا نگهدار. خدا حافظ.